اقدر من لیدون کوشش ما تیر کلا نه عدالت دی پنشیر په دره کې هوټل د نوم یې نه پیژنو خو د خلکو دې موږ ډیر قدر و عزت وکړو او دلته دومره کلی او پاکه صاف هوا ده چې د انسان روح کې تازه کیږي. اوس نو چای خورو او بیا د دې نه لټیږو مخ په وړاندې باندې ځو بازاره کوو د چې په مخه باندې څه راځي کومې سیمې راځي نو دا به تاسو هم راسره ګورئ. کله چې د پنشیر په دره کې مخ په وړاندې ځي نو دغه د درې اول سر نه تر اخره به د لویدیځ نه مخ په ختیځ باندې ولاړ شي. دغه دره یوه خوا بله خوا چې ګوري لوړ لوړ غرونه دي او په مابین کې سیند روان دی او که څه هم دغه سرک په دوهمه درجه په اساسي شکل باندې جوړ شوی. دلته چې ځي مخ په وړاندې په هر څو کیلومترۍ کې یوه وړه دره یوه خوا بله خوا معلومیږي چې ځینې درې ډېرې اوږدې او ځینې بیا لنډې دي. په دغو درو کې ډېر کلي کورونه اوسیږي. دلته اواره سیمه یا اواره ځمکه ډېره لږ ده، زیاتره سیمه غرونو نیولې ده. خو دا غرونه یې چې په مرد زمان اوبه او سیلو جوړ کړي دي ډېر توند دي. د کرهڼو د مالدارۍ دپاره داسې نه دي مناسب ځکه داسې بوټي او ځنګل نه لري. موږ هم مخ په وړاندې باندې روان یو. دغه سیمه چې ګورئ دغو ته عنابه وایي چې تقریبا د 25,000 په شاوخوا کې وګړي دلته اوسیږي. څو واړه او لوی کلي لري. دا د پنشیر ولایت دوهمه ولسوالي ده. د پنشیر د درې د خولې نه چې د جبل سراج نه تر دې ځا تقریبا 25 کیلومتره فاصله ده تر دوزه شي رارسي. غواړو اوس دلته یوه داسې قومي مشر ته چې ادرس مو پیدا کړی دی کور ته یې ورشو چې پخوا جهادي قمندان و اوس د دې سیمې مشر دی. قدرمن لیدونکو بیا هم د پنشیر په دره کې یو او د عنابی ولسوالۍ ته راغلی یو. که څه هم د عنابی د ولسوالۍ په اړه باندې تاسو معلومات ترلاسه کړل، خو دلته یوه کلي ده چې یو داسې مخور او سپین ږیری او د قوم مشر او پخواني جهادي قومندان دی چې د انقلاب د اول نه په جهاد کې و تر اوسه په دې سیمه کې پاتې شوی او اوس د قوم او د منطقې یو مشر سړی دی. د دې کور ته راغلی یو. قدر عزت راکو، چای راکو. بسم الله الرحمن الرحیم. نام ماجی عبدالنسیم، فرزند شاه محمود، از قریه آنابه، ولسوالی آنابه پنشیر. ولسوالی آنابه که ولسوالی از طرف قسمت اول ولایت پنشیر که از طرف کابل یا ولایت پروان جدا میشد میآید، از دورای جبل سراج تقریبا این ولسوالی دوم پنشیر است که ولسوالی اول ولسوالی شتل است که هم سرحد با ولایت پروان است و ولسوالی آنابه مرز با کاپیسا و بغلان دارد که ولسوالی دومی ولایت پنشیر است که تقریبا 25 الی 30 کیلومتر از دورای جبل سراج به اینجا فاصله است به مرکزی ولسوالی و این تقریبا 50 تا 60 هزار نفوس دارد. روزگار مردمش به چی میچرند؟ روزگار مردمش قسمتی از مردم در کابل و در ولایات دیگر مصروف کار و بار و غریبی و ماموریت حکومتی و عسکری و این گپاست و تقریبا 60 تا 70 فیصد مردم ولسوالی ما دیگه مصروف این کار بار دیقانی و دکانداری و یک بازاره که در اینجا است دیگه مربوط مشغول می کار است. اولین بار روسا در اینجا به پنشیر آمدن در اون زمان شما چند ساله بودی؟ در سپوب جهاد شامل شده بودی و اگر شامل بودی در اینجا اون خاطره و اون دیدتان هنوز به یادتان است؟ چی گپ بود؟ چی رقم بود؟ به چی شکل بود؟ در سال 59 بود، مای ثور سال 59 بود که روسا در پنشیر حمله کردن. اولین بار قوای کماندویی خود در اینجا استفاده کردن که قوای خودان از هوا و زمین به اثر بمبارد و بمبارتمان و فیرای بیم 21 و گپ سخن
که مرکز عمومیشان در ولایت کاپیسا که او وقت پنشیر مربوط به پروان و کاپیسا بود، دیگه کاپیسا و پروان پنشیر یک ولایت بود که مرکز تجمع قوای روسا در پشته سرخ جبل سراج بود. حتی که این مناطق از اونجا زیر آتش بمباردمان توپچی و زمینی می گرفتند و بمباردمان هوایی هم وجود داشت که یا اولین بار قوایشان قوای کماندویی از یا در پنشیر پیاده شد، مردم بسیار به حالت بد در قرا و قصبات مهاجر شدند و یک تعداد برادرها را اسیر گرفتند بردند به زندانهای پل چرخی و اینجا، و مجاهدین دست به مقاومت زد. مجاهدین دست به مقاومت زد در برابر ادیا جهاد و مقاومت خدا آغاز کردند. هدف از جهاد این نبود که به دست آوردن دنیا و مقام و چوکی بوده باشه. هدف جهاد آزادی و تن میگفتیم و شهادت میگفتیم، دیگر چیزی نبود. بازی قوا شکست کرد و رفت و باز سال ولسوالی خدا در سال 59 در آخر 59 قوای ولسوالی خودم بردن که ولسوالی رو خبر نام ولسوالی رو خیاب میشه یک ولسوالی بود، این ولسوالی رو بردن. دره کاملا آزاد شد. در سال 60 باز حمله کردن، در پنچیر آمدن و هر باری که حمله میکردن امی رخم اول بمبارتمان شروع میشد، باز قوای توپچی و زمینیش از پشته سرخ جبل سراج بسیار زیر آتش می گرفت، باز قوای پیاده ازی پیاده نظام ازی و کماندویش پایین می شد پنشیر. باز سال 61 که در پنشیر آمدن دیگه یک سال جنگ شد در پنشیر، یک سال جنگ. بعد از یک سال جنگ روسا وادار به آتش بس شدن که آتش بس بکنن و احمد شاه مسعود هم بنابرای ضرورت وقت آتش بس ازی را پذیرفت. مردم بسیار به مشکلات دچار بود در قرا و قصبات و کوها، بسیار مردم به مشکلات اقتصادی دچار بود. ای آتش بس یزیا را پذیرفت. آتش بس که پذیرفت بر یک سال که سال 62 بود پنشیر آتش بس بود. یک پایگاه در می ولسوالی آنابه بود، در دیگه پنشیر نبود قوای یزیا. و در این فرصت احمد شاه مسعود تانست که امی تنظیم خدا یا امی جهاد یا امی جهاد آگاهانه را به صفحات شمال گسترش بده. دیدن که وقتی که روسا فهمیدن که ای دست متوجه ای گب نمیشه که ایجا مصروف ما باشد، ای دیگم جهاد گسترش میداد. در سال 63 تصمیم گرفتن که باید قوای احمد شاه مسعود یا جبهه پنشیر مکمل نابود شده. در ثور 1363 عمله بسیار وحشیانه کلان کردن در پنشیر که وقت بنابه درایت و شجاعتی که احمد شاه مسعود داشت تمام مردم اهالی را از منطقه کشیده بود، چیزی به طرف پروان، کاپیسا، شمالی، بغلان، کابل مردم برآمده بود، مهاجر شده بود، بجز مجاهدین دیگر هیچ کسی نبود. که حتی مجاهدین هم به ولایت کاپیسا و پروان و بغلان و بدخشان مهاجر شد، مجاهدین هم برآمد، دره کاملا خالی شد. بعد از اینکه دره کاملا خالی شد، روسا که آمدن کسی را نیافتن، بمبارد بسیار وحشیانه، قوای بسیار عظیم که مبالغه نمی کنم که 30,000 داخلی و 60,000 روسی بود در او حمله. 100 تیاره از ترمز می آمد، علاوه از اینکه از بگرام و از کابل می آمد، 100 تیاره از ترمز شوروی می آمد، شوروی سابق بمبارد نکرد. وقتی که آمدن جنرال روسا در بازارک پنشیر خودکشی کرد، پلانش ناکام شد خودکشی کرد. باز بعد از این دیگه مجاهدین کم کم در 20 کیلومتری و 25 کیلومتری و 10 کیلومتری و 8 کیلومتری و 6 کیلومتری جابجا شد مجاهدین در اطراف قوا به دو طرف دره. قرارگاه های نشر پنشیر دست راست به طرف اوسو و طرف قرارگاه های دست چپ به طرف چپ، قرارگاه ها جابجا شده رفت که 23 قرارگاه جمن پنشیر در اون وقت بود. باز جنگ ها آهسته آهسته جنگ ها شروع شد، تعرض و دفاع، تعرض اول جنگ های چریکی و بعد تعرض و دفاع شروع شد، پوست ها گرفته شد، دفاع شد. دیگه 5 سال از سال 63 تا 67 روسا در ایده را ماندن که خود به خود وقتی که از پنشیر برآمدن، تابستان مای سرطان بود، سرطان 75 بود، 67 بود که از پنشیر برآمدن و به زمستانش از افغانستان خارج شدن روسا.
قدرمن لیدونکو د انابې دی ولسوالۍ په اړه خو معلومات ترلاسه کړل. مخ په وړاندې باندې روان یو په اداره کې د چ نور کومې سیمې مخې ته راځي او څه وینو دا به تاسو هم را سره ګورئ. نو زو حرکت کوو مخ په وړاندې، تاسو هم را سره مان وسئ. استاد حرکت وکړه په خیر. قسمیتا روخوای د پنشیر دی ولایت دریم ولسوالی دا کوم اخشیر جبل سراج او گلبهار نه راګرځي. نو اول د شوتل ولسوالی راځي او بیا نابر راځي او بیا دریم دی روخه ولسوالی راځي. سلام علیکم برادر، من نامش جان نجار. ای سلام، من نامش جان نجار، بخیر. این منطقه به نام چی یاد میشه؟ این روخه پنشیر ولسوالی روخه. بازار به نام چی یاد میشه؟ این قره آبداوه است. آبداوه است، خوب. همین سیبایی که دیجا معلوم میشد از همین منطقه هستن؟ بله، از خود ولایت پنشیره. به نام چی یاد میشه این سیبا؟ این سیبا به نام نازک بدن. نازک بدن. سابق هم بودن یا حال نو نسلش آمدن؟ نه، از سابق بودن. یا چند فیصد زمین باغداری شدن دیگه؟ تقریبا 50% یا 50% باغداری شدند. خب، یک سری از این سیبا چقدر قیمت دارن؟ شما چقدر میپرسید؟ این سیبا یک سری از این تقریبا 400 روپه 500 400 روپه. بله بله. بارشان کم است یا زیاد؟ نه، قلیمت از خوب است، از گندم کده حاصل از این خوب است. غیر از این سیبا دیگه باغداری چی وجود دارد؟ مثلا باغداری شفتالو است، ناک است، زردالو است، آلوس. این چیزا امسال حاصلات توت چطور بودن؟ توت پنشیر خوب بسیار نام دارد، تلخانش، چهارمغزش. امسال توت خوب بود نسبت به خاطر برف، یکی خود ضربه برفکش بود، برفکش زدش، برفکش بعد از اون فصل توت بود که بارون شد، توت از زد خراب کرد. یک سیر توت که حالی دیجا آویزان هستن و سیاهش و سفیرش چقدر قیمت دارد؟ یک سیر توت سیاه 1000 افغانی، یک سر توت خودی 2400 افغانی. 2400 افغانی. این توت خودی چه کیفیت دارن؟ مثلا چه خوبی دارن؟ این برای شکر است و بعض مردم خارج میبرند. خارج میبرند. نو دغه سیمه چې تاسو اوس ګورئ دا د پنشیر د ولایت مرکز دی چې پخوا د پاراخ په نامه باندې یاد دو، بیا وروسته چې دغه د پنشیر درې ته ولایت ورکړل شو او څو ولسوالۍ ورکړل شوې، دغه سیمه یې د مرکز په نامه باندې ونوموله چې بیا په دغو 13 کالو کې په دې سیمه کې ډېرې آبادۍ وشوې، دغه تعمیرونه او آبادۍ جوړ شول، سړکونه جوړ شول. اوس دغه سیمه د ولایت مرکز ده چې ورو ورو د خلک راغلي دلته یې آبادۍ کړي دي. که څه هم دلته نور کله بازار داسې بازار نه و، یو څو دوکانه و، اوس ښه تعمیرونه کې جوړ شوي دي، آبادۍ کې شوي دي. دغه سیمې هم چې تاسو ګورئ دا د پنشیر د ولایت د مرکز مربوطې سیمې دي. نه پوهېږم نمونه یې څه دي، خو ښه آباده ده. که څه هم د کرنې ځمکې کمې دي، خو بیا هم ښه باغداري او ښه حاصلات لري. و چې د غنمو د ریبدلو موسم تیر شوی دی، دغه ځمکې دوه فصله حاصل ورکوي. اوس د غنمو په ځای باندې زیاتره جوار او لوبیاوې کرلې دي. او دغه برسیره په تپه باندې چې کومه ګنبزه وینئ، دا د احمد شاه مسعود قبر دی چې په دغه تپه باندې خاورو ته سپارل شوی دی. اوس یوه ګنبزه او شاوخوا یو پارک جوړ کړی چې اوس ورځو، د نږدې نه به یې وګورو.
دغه هغه منار دی چې په یوه تپه باندې جوړ شوی دی چې د عامر صاحب مسعود دلته خاورو ته سپارل شوی دی. عامر صاحب احمدشاه مسعود چې په 1332 کال کې د بازارک د جنګلک په کلي کې زیږیدلی دی، دلته یې په دغه دره کې ډېرې جګړې کړي دي، مقاومت یې کړی، ښه مبارزه یې کړې ده. یو مقتدر قمندان و د جهاد په صفو کې چې د جمعیت اسلامي چې د استاد رباني تر رهبرۍ لاندې و، په دې کې خپل جهاد او مبارزه کوله. کله چې ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړو نو د ده په مشرۍ ټولې قواوې ولاړې په کابل کې، اولته یو اسلامی نظام جوړ شو، که څه هم د دغه نظام سره داخلي جګړې پیل شوې، څو کاله هلته و او د وزارت دفاع مسؤلیت یې په غاړه درلود، خو وروسته چې طالبان بیا کابل ونیو دی بیا بېرته راغی دغه درې ته او د دغه درې نه یې مقاومت پیل کړ چې د افغانستان شمالي ولایتونو ته یې یوه خوابله خاص سفرونه درلودل، چې وروسته په 1380 کال کې د خواجه بهاءالدین په ولسوالۍ کې په یوه کلي کې چې دی هلته اوسېدو په یوه پیښه کې شهید شو، او بیا وروسته جنازه او مړی دلته راوړل شو په خپله پلارني سیمه کې چې دلته یوه لوړه تحفه ده دلته خاورو ته وسپارل شو. دلته کوم وخت چې د پنجشیر درې ته راځي نو په زیاتو سیمو کې به چې هغلته تفریحي ځایونه دي یا مثلا تاریخي ځایونه دي، نو زیاتره داسې کسان به وویني چې د افغانستان د نورو ولایتونو دلته خلک په چکر راغلي دي په لیدنه باندې. دلته هم چې د عامر صاحب احمدشاه مسعود قبر او آرامګاه ته راشي نو زیاتره داسې کسان به وویني چې دلته عکسونه اخلي، قدم وهي، ځکه دا په یوه داسې لوړ ځای دی چې دواړو خوا ته ګوري، که د درې لوړې خوا ته او کوزې خوا ته ګوري ښه د سایل ځای لري او ښه منزله لري. نو دلته اوس ځینې کسان چې تاسو ګورئ دا هم په چکر راغلي، غواړو خبرې ورسره وکړو. ای صاحب السلام علیکم. مان نام چې پښتو وګم یا دری پښتو ویلای شي جوړ وای صاحب ستاسو ماشي ماشوم جوړ وای بخیر ستاسو ماشي ای صاحب جوړ بخیر خیر جوړ بخیر اجازه ده څو خبرې وکړم. عدل تلګ نیجی راشه ای صاحب تمام نیجی راشه نوم دې څه؟ زما نوم خپل عتیق الله. دې کوم زړه غنې مونږ د سمنګان ولایت نه راغلی اوسو چکر ته. او چکر ته ای دانم سره ای صاحب ما نوم فیض الله دی. اتم دې سمنګان سمنګان ولایت ولایت سمنګان پنځیر د چکر ته راغلی دلته چکر ته مسیر راول شو چکر ته ورو ده درم ای دانم سره لکه طيب طيب او دته ما شمه دلته نږدې راشه نږدې ورشه دا غره فواد هیواد هیواد نوم دی نام اخلا تاسو کوم زړه غلی مونږ د پاکستان دی پاکستان اول سمنګان ته راغلی بیا دلته کابل ته راغلی کابل ته راغلی اما چکر وو څنګه شو پنشیر ولایت خوښ شو د سیمه دی خوښه شو کنه ولا خوښ مشه خوښ شو پس دلیل باندې امنیت ای که خوښ دی کولای دی امنیت هم خدای امنیت هم خدای پاکستان کې په ګرمۍ ډیر وایلې ویل تا واخ سره ده ها او واخ سره ده اذن هم سره ای واده تی کوم زړه غلې خبرې نه شکرای ها آی صاحب تاسو په نظر باندې د افغانستان دغه سیمه او د ولایتونو او درې د طبیعت لحاظ څومره ښکلي دي څومره ارزښت لري مثلا سمنګان او د پنجشیر څومره تفاوت دی او د دغه سیمه وضعیت سره کوم ګوري بوس ای صاحب ټول اول خبره ده کنه لکه دلته موږ راغلو امنیت او لکه د دوی د سر سبزي ډېر هغه ده کنه سمنګان هم ولې نه زموږ خپل وطن د افغانستان ټول هغه ده خو هلته لږ وچکاري او دغه لکه امنیت هم ښه نه ده خو دلته هم چې ول د نامې خدا ډېر سرسبزه ځای ده او زموږ خوښ هم شو او امن هم ده امن هم دی ته سمنګانو کې اوسي که کابل اوس کابل کې اوسو شکر اول ځلې دی دلته راغلی که اول ځلې اول ځلې سر چکر تا په نظر باندې د نورو ولایتونو په پرتله چې ته ګرځېدلې دی پنجشیر توپیر په څه کې دی؟ توپیر یې په دې دی چې مثال سرسبزه ده اوبه پریمانه دره ښکلې ده شنه ده لکه مثال چکر ځای ښه ده لکه سبزي لري لکه هوا یخه ده دغسې میوه او دانه هم ښه لري همدې ځان لکه نسبتا نور ولایتونه هم ښه دي خو دا ولایت بیا لږ تفریحګاه دپاره آرامه ده قدرمن لیدونکو ته دې ځای خو راسره مل وی او دغه
آرامگاه یا په اصطلاح هغه قبر و زیارت هم د امیر صاحب مشامسود ولیدو چې په دې تپه باندې وو. اوس موږ مخ په وړاندې باندې ځو د بازارک په طرف او برسیره په نوره دره ده چې هلته څه مخته راځي او څه وینو له چا سره به خبرې کوو. دا به تاسو هم راسره کوو. سلام علیکم. ای صاحب محترم، مالا جان منظور بخیر خوب است. خب ای صاحب، نامتان چی هست؟ نام عبدالرحمن. این منطقه برام شهر میشه؟ به نام بازارک. بازارک مربوطی مرکز ولایت است. مرکز ولایت پنجشیر. خب تقریبا چقدر خانواده در اینجا زندگی میکنه در این بازارک؟ 1000 خانه زندگی. 1000 خانه زندگی. خب کار و روزگار مردم چی هست؟ کار روزگار مردم اینه که کسب و کاری است و زمینداری شون بسیار کم است. کم است. و گندل باغ. خب، کاروبار دکانداری چطور است؟ خوب است، بد نیست. بد نیست. میگن زمستان اینجا بسیار خنک میباشن. وقت دکانداری در وقت سخت است یا آسان؟ نه، خدای سرد نمیباشه که شما فکر میکنید. قبل از جهاد انقلاب اینجا بازار بود، یعنی به نام بازارک یاد. به نام بازارک سابق هم است. از قدیم. از قدیمی بازار. از قدیم بازار. به نام بازار. به نام بازار. چی قدر تفاوت کردن؟ مثلا دکانایی که 50 سال پیش یا 40 سال پیش یا 30 سال پیش در وقت جهاد بودن، آره چی قدر تفاوت کردن؟ منطقه چی قدر؟ مثلا 10 الی 15 دکان بود، 40 50 تا 100 دکان رسیده. آبادی و اقتصاد مردم چی قدر پیشرفت کردن از اون زمان اول جهاد تا به حال؟ مردم پنجشیر ما در 100% 10% در پنجشیر باشه، 90% در دیگه ولایت ها کار میکنه، باز اینجا نره خرد. قدر من لیدن کو ادی بازارک نراتیر شو تدی زاپر راور سیدو داغه درایی ده چی برسیرا داغه سرک مخ په وړاندې به د درک تللی ته پاریان او خواکو پورې، او دلته دغه سرک شي په دغه ښي لاس باندې راګرځېدلی. دلته دوې ولسوالۍ دي چې یوه د درې ولسوالۍ ورته وایي، یوه بله نه پوهېږم هغه څه ورته وایي، خو دا هم یوه ډېره سرسبزه دره ده. اوس ځو ته دغه ولسوالۍ دغه درې پورې، هلته د خلکو د ژوند په اړه او د دې سیمې د طبیعي ښکلا په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تاسو یې درښیو، نو راځئ په دې سفر کې راسره مل اوسئ. قدر بلی دون کو دغه دره مابین تر ورسیدلو. دغه دره ته چې ډیره طولانی ده، پخوای ورته دره هزاره وی، دلته هزارگان ورونه اوسیدل چې اوس ځانونه تاجکان بولي. دغه دره پخوا د عیسای اول مربوطه سیمه وه، اوس دوې ولسوالۍ شوې دي چې یوه د درې دي ولسوالۍ ده، او بله هم برسیره د ابشار په نامه باندې. دغه دره داسې غځېدلې ده تر نورستانه پورې، ډېرې ښکلې منظرې لري. خدای چې سړک خراب دی، موږ تر پایه پورې نه شو تللی. زیاتره خلک یې همدا کرنه مالداري لري، خو ډېرې لږ ځمکې لري. اصلا نام ایجا در ابتدا در زمان حکومتی که از داوود خان به این طرف بگوییم به نام حسه دو یاد می شده، و به خاطر که ولسوالی ها نام مشخص خدا بگیره در این اواخر که به ولسوالی تبدیل شد، ایجا به نام دره نامگذاری شد. یک دره طویلی است که از اونمو پل دو آب شما گذشتین و آشنایی دارین، و ختمش یک جای را به نام کوتل زردالو و دریک میگن که او هم سرحد به نورستان است. ختمش دوج است، و از طرف جنوب جای را به نام خواجه میگن عبدالاخیل
او به طرف ولسوالی نجراب کاپیسا منتهی میشه و از طرف شمالش هم به ولسوالی سی اول که فعلا به نام خنج یاد میشه. تخمینا نفوس تخمینی که پیش خود داریم هر دو ولسوالی در حدود 82500 نفر یک بار جمع‌آوری شده ارقام نفوس از طریق نماینده ها و قریه دارا و در حدود 180 قریه داریم که راجستر شده هستند از طریق ریاست جیودیزی و کارتوگرافی یکی دو بار آیتاشون تثبیت کردن. قدر مولی دل کوری دغه درې په اړه معلومات ترلاسه کړل. دغه درې چې د ازاره درې په نامه یادې درې په نامه باندې یادې ګوډوی ولسوالۍ لري. عدد پنشیر ولایت هغه مهمه سیمه ده، تقریبا 8000 په شاوخوا کې نفوس لري او د جبل سراج نه تدې او 1 کیلومتر فاصله ده. که سمته وزای سرک پوخ و نورخان و نور نزود مخ پروان هم دلته پای ته رسی، خو د مخ سفر ادامه لري مخ په وړاندې باندې خواک او پاریان ته او خنج ته. نو هیله لرو چې په راتلونکو خپرونو کې تاسو سره سره مل وي او د خپرونې وګورئ. Чи папань шир зі вос, 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 чи папань шир зі вос.